أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. در این کریمه از نکاح و انکاح مشرکه و مشرک نهی شده است، گرچه در خلال نهی فرمود عمه مؤمنه خیر از مشرکه است و این کلمه خیر شاید کلمه ترجیح باشد، اما هم محفوف به قرینه قبل است و هم ملحوظ به قرینه بعد. قرینه قبل آن است که فرمود ولا تنکحوا، ظاهر نهی حرمت است و ملحوظ به قرینه هست برای اینکه فرمود اولئک یدعون الی النار، پس این خیری که در وسط آمده است خیر تفضیلی نیست تا دلالت بکند بر اینکه نکاح مشرکه جایز هست ولی نکاح مؤمنه بهتر هست. این کلمه خیر افعل تعیینی است نه افعل تفضیلی، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعض. مسئله مهم آن است که آیا این مشرکات و مشرکین اهل کتاب را هم شامل می شود یا نه؟ قرآن کریم کلمه مشرکین را گذشته از اینکه بر بت پرست و بر ملحد اطلاق کرد، بر غیر اینها هم اطلاق کرد نظیر اهل کتاب، و بلکه بر مؤمنین هم اطلاق کرده است نظیر آیه سوره یوسف. پس صرف اطلاق ولو به نحو فعل نه به نحو تسمیه نشانه آن نیست که هر حکمی که برای بر مشک بار است بر مسلمینی هم که ضعیف ایمانن و مبتلا به شرک خفیان بار باشد. پس اگر در سوره یوسف فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون و در سوره بقره فرمود ولا تنکحوا المشرکین، این دلالت نمی کند بر اینکه بر افراد ضعیف ایمان هم انکاح روا نیست و امثال ذلک. پس این گونه از اطلاق ها که به نحو تسمیه نیست دلیل نیست و حجت نیست. اگر مشرک به همین نحو بر یهودی و نصرانی اطلاق بشود دلیل نیست که حکم مشرکین هم بر اونها بار است، حکم فقهی البته. ممکن است اگر اهل جزیه نبودن در حکم کافر حربی باشن از نظر مسئله جهاد، اما در همه احکام فقهی اهل کتاب مانند مشرکین باشن این چنین نیست. در بعضی از آیات ایهام اطلاق شرک بر اهل کتاب هست، نظیر آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه فرمود و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. در این آیه بیش از کفر بر اونها در آیه 31 فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، یعنی اتخذوا المسیح ابن مریم ربا والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. این تسبیح حق از اون چه که اینها شرک می‌ورزن نشانه آن است که اینها هم به نوبه خود مشرکن. سبحانه عما یشرکون. البته از این تعبیر ایهام اطلاق شرک بر اهل کتاب هست، اما در بحث‌های دیگر که خدای سبحان اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داد
چون تفصیل قاطع شرکت است، معلوم می شود که حکم مشرک و حکم اهل کتاب یکی نیست. آیه اول سوره بقره بود که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داد، ولی کافر شامل هر دو گروه می شود، ولی مشرک شامل اهل کتاب نخواهد شد به قرینه این تقابل و تفصیل در آیه سوره بقره و آیات دیگر. بنابراین از صرف این اطلاق نمی شود شرک را بر اهل کتاب اطلاق. در سوره مبارکه آل عمران آیه 67 این چنین فرمود: ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. این به ما کان من المشرکین نمی خواهد بفرماید که یهودی و نصرانی مشرک است، بلکه یهودیت و نصرانیت را اول نفی کرد بعد شرک را بعدن نفی کرد. فرمود ابراهیم سلام الله علیه یهودی نبود، نصرانی نبود، مشرکم نبود، حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. بنابراین صرف کلمه شرک اگر موضوع حکمی قرار گرفت اهل کتاب را شامل نمیشه. کفر است دیگر، کفر عرض شد که کفر عرض شد که بر هر دو اطلاق می شود، و اما شرک بر هر دو اطلاق نمی شود. کافر هم بر مشرک اطلاق می شود هم بر اهل کتاب، ولی مشرک فقط بر بت پرست و امثال بت پرست اطلاق می شود. مطلب بعدی آن است که گرچه ما از عنوان مشرک نتوانیم استفاده کنیم که اهل کتاب به هم نکاحشون باطل است، ولی از حدی که در آیه آمده است میتوان استفاده کرد که حکم اهل کتاب و حکم مشرکین یکیست، زیرا در هر دو قسمت خدای سبحان این چنین فرمود: ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنه. معلوم می شود تا مرز ایمان نرسند نکاح باطل است. در باره انکاح مشرکین زن دادن به مردان مشرکم فرمود: ولا تون که هل مشرکینه حتی یؤمنو. این قایت نشون می دهد که حکم حرمت تا مرز ایمان هست. گرچه شرک برای اهل کتاب نیست ولی کفر هست، ایمان در مقابل کفر است نه در مقابل شرک، چون ایمان در مقابل کفر است نه در مقابل شرک. و آیه هم فرمود تا مؤمن نشدند نکاح و انکاح ممنوع است. معلوم می شود که نهی هم شامل مشرکین و مشرکات خواهد شد هم شامل اهل کتاب. این یک ظهوری هست، یک تفتنی هست، اما آیا می تواند با اون چه که از هرست هم معارضه کند یا نه باید بحث بشود. برای اینکه این حتی یؤمن نه، گرچه ایمان در مقابل کفر است، اما ایمان این آیه در مقابل شرک است. مشرک همین که از شرک به در آمد دیگر مشرک نیست، خواه مسلم بشود خواه اهل کتاب، همین که از شرک در آمد به غایت رسیده است. این ایمان به قرینه صدر در مقابل شرک است نه در مقابل اصل کفر، ولی نمی شود این ظهور را فل جمله انکار کرد. نکته دیگر آن است که ما بگوییم این آیه شامل هر دو گروه می شود، مؤمن نیست ولی منظور آنه که ظهور دارد، نباید از انصاف گذشت، حتی یؤمن نه ظهور دارد که غایت جواز ایمان است، و اگر ایمان حاصل نشد نکاح به انکاح جایز نیست ولو از شرک در آمده و اهل کتاب شده باشد، اما در قبال ظهورات بعدی توان معارضه ندارد. نکته دیگر، همه اینها این نکاتی که عرض می شود برای آن است که
این آیه شامل مشرکین و اهل کتاب هم بشود، یعنی غیر مسلمان نکاح اونها جایز نباشد مطلقا، چون که مرحوم مفید و دیگران گفتن. اینا همه تقویت جانبی اونهاست تا برسیم به ادله طرف مقابل. نکته بعدی که تقویت می کند جانب قول به منع را، این عموم تعلیل است. اگر عنوان مشرک شامل اهل کتاب نشود، عموم تعلیل شامل می شود، چون تعلیل هم عمومیت می دهد و هم خصوصیت. تعلیل ذیل این است که اولئک یدعون الی النار، این دعوت به عصیان و آتش مخصوص مشرکین نیست، اهل کتاب خواه یهودی خواه مسیحی، اونها هم سیره اونها و روش اونها دعوت الی النار است. پس عموم تعلیل هم تأیید می کند به این که من مطلق است، اختصاصی به مشرکین ندارد، هر که مسلمان نیست نکاح و انکاح با او ممنوع است. درباره این تعلیل باز هم نمیشد انکار کرد که ظهور فعل جمله دارد، ولی ببینیم آیا دلیلی که نکاح با اهل کتاب را تجویز میکند داریم یا نداریم. اگر داریم، این اگر عام است او مخصص است، این اگر مطلق است او مقید است. دلیلی که در اصل مسئله است، راه فنیش اینه که اصل اولی را قرآن کریم تبیین کرد، یک سلسله محرمات را ذکر کرد، بعد فرمود بقیه برای شما حلال است، یک سلسله محرمات را اسم برد، بعد بقیه را به عنوان یک اصل کلی یا عام یا مطلق تجویز کرد. هر چه از اون عام یا مطلق بیرون رفت با تقیید یا تخصیص حکم به حرمت می شود، و هر چه از اون مطلق یا عام بیرون نرفت به حلیت باقی است. سوره مبارکه نساء فرمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، در جاهلیت هر کاری کردید گذشته است، دیگر اون کارا تکرار نکنید، انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اینها محرمات نسبی، و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعه، اینا محرمات بالرضا، و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اینا محرمات بالمصاهره، و حلائل و ابنائكم الذين من اصلابكم، اینا محرمه بالمصاهره و بال سبب، و انت حجم او بین الاختین، که حرمت جمعی است نه حرمت عینی، اونا محرمات عینی بودن و این محرمه جمعی است، الا ما قد سلف که در جاهلیت بود، ان الله کان غفورا رحیما، و المحسنات من النساء زنان شوهردار، الا ما ملکت ایمانکم، که آیا این درباره اسیر گرفتن است و ملک یمین است مطلقا یا بحث دیگری دارد، الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم، اینا را که فرمود اونگاه به عنوان اصل کلی بیان کرد، و اوهل لکم ما وراء ذالکم، پس یه سلسله محرمات نسبی، یه سلسله محرمات سببی، یه سلسله محرمات رضا، یه سلسله محرمات عینی، یه سلسله محرمات جمعی، اینا را بیان کرد، چون بعضی ها اینن حرامن و بعضی جمعن حرامن، مثل جمع بین الاختین، که اگر این خواهر را طلاق داد میتواند با خواهر دیگر بعد انقضای اون زمان معین ازدواج کند، جمعشون حرام است نه عینشون، نظیر حرمت مازاده بر عربه ماننده. بعد از بیان این گونه از محرمات، اونگاه اصل کلی را تحلیل و تجویز قرار داد، فمود و اوهل لکم ما وراء ذالکم، البته هم نسبت به محرمات جمعی تخصیص دارد، هم نسبت به محرمات بالمصاهره تخصیص دارد، هم نسبت به محرمات به سبب تخصیص دارد. هر چه که از این عام یا مطلق خارج شد خارج می شود، بقیه به اطلاقش باقی است. بنابراین اگر چنون که از این اطلاق چیزی خارج شد که یو خذوبه، وگرنه به این اطلاق عموم اخذ می شود، مثلا
ازدواج با همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این خرج به دلیل، چون که در سوره مبارکه احزاب این چنین فرمود، آیه 53 سوره احزاب این است که ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، این حرمت ابدی است، بعد از ارتحال حضرت کسی حق ندارد با یکی از زنان اون حضرت ازدواج کند، این حرمت هم حرمت ابدی است، این از اون اطلاق خارج. در سوره مبارکه بقره در جریان اون سه طلاق آیه 229 و 230 اینجوری فرمود، فرمود الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریح به احسان، اونگاه وقتی طلاق به مرحله سوم رسید دیگر برای شوهر حلال نیست، فان طلقها فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره. اون اطلاق سوره نساء میگفت به این که ماورای اینها بر شما حلال است، خب عیالی که دو بار طلاق دادید بار سوم هم اگر طلاق دادید اطلاق اون دلیل میگوید بر شما حلال است، اما دلیل آیه سوره بقره میفرماد به این که بعد از طلاق سوم نسبت به شما حرام است، منتها حرام ابد نیست، حرمت موقت دارد، تحلیلش حتی تنکه زوجن غیره است. به وسیله اخبارم خارج شد که اگر طلاق به 9 بار رسید دیگه حرمت ابدی دارد، پس هم اون چه که حرمت ابدی دارد خارج شد نظیر آیه سوره احزاب، و هم اون چه که حرمت موقت دارد از اطلاق آیه سوره نساء خارج شد، مانند همین جریان سه طلاقه. به وسیله اخبار هم البته نکاح عمه و خاله بر خواهرزاده و برادرزاده خب خرج به دلیل که حرام است، یا زائد بر اربع جمعا حرام است، اونها که نستن روایتن یا آیتن از این اطلاق خارج شد که خرج به دلیل، مازاد بر اون داخل در این است، پس اصل اولی جواز است. آیا لا تنکحوا المشرکات اونقدر ظهور دارد که این اهل لکم ما وراء ذلکم را تخصیص بزند یا نه، در حالی که همچی ظهوری نداشت؟ گذشته از این درباره خصوص اهل کتاب آیه سوره مبارکه مائده که دیروز اشاره شد دلالت خوبی دارد، و اون آیه این است که آیه پنجم سوره مائده است که فرمود الیوم احل لکم الطیبات تا به اینجا میرسد والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان عفیف با ایمان یا زنان عفیف یهودیه و نصرانیه، این به خوبی دلالت دارد بر اینکه ازدواج با زنهای یهودیه و نصرانیه حلال است، اگر چون چه اون آیه لا تنکحوا المشرکات هم شامل اهل کتاب بشود میشود عام، و این آیه سوره مائده خاص است، این خاص مخصص اوست، شامل نمیشود، اگر هم شامل بشود این مخصص اوست، پس این که زمخشری در کشاف دارد که این آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است، برای اینکه سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده است، به این لم تنسخ احکامها این بیان تام نیست، گرچه سوره مائده آخرین سوره است، گرچه در روایات ما هم آمده است که احکام او تثبیت شده است، گرچه از تعمیر سلام الله در جریان مسح بر خفین فرمود به این که قبل از این که مسح بر خفین را دیگران بدعت بگذارن آیه سوره مائده آمد که مأخوذ است و قابل نسخ نیست، و اون این است که فرمود بمسحو برؤوسکم و ارجلکم، و قبل از این که دیگری مسح روی خف را بدعت گذاری کند آیه آمده است مسح پا را تثبیت کرده است، اینا هست، اما عام و خاص تنافی ندارن تا یکی ناسخ دیگری باشد، عام و خاص را وقتی به عرف عرضه کردید جمع عقلایی دارد میگوید این خاص مخصص اوست، اگر لا تنکح المشرکات شامل حال اهل کتاب و بت پرست هر دو گروه بشود این آیه سوره مائده به خوبی دلالت میکند بر تخصیص، گرچه او شامل نمیشود، بر فرض هم شامل بشود این میتواند مخصص باشد.
این حکم فقهی ازش استفاده بشود به اینکه اون برای این حرام است نیست، منتها یک تأییدی برای قائلین به معنا هست و اینه که در آیه محل بحث همون طوری که فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه و لعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، از این طرف هم فرمود ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، در این که انسان نمیتواند به مشرک و اهل کتاب زن بدهد حرفی نیست، همون طور که نمیتواند به مشرک زن بدهد نمیتواند به اهل کتاب زن بدهد، یعنی یک زن مؤمنه نمیتواند همسر یهودی داشته باشد، و اینکه نوعا زنها تحت تأثیر حرفهای شوهر قرار میگیرند. خواستن بگوین همون طوری که انکاه مشرکین جایز نیست و مشرک عام است، نکاه مشرکات هم عام است و جایز نیست. ولی خب این اصل حکم درست است، اما اون اصل حکم رو که ما از این دلیل استفاده نکردیم، اصل حکم رو از دلیل دیگر استفاده کردیم که زن نمیتواند همسر یهودی یا نصرانی داشته باشد، نه اینکه از این آیه لاتون که هل مشرکین استفاده کرده باشیم. پس اگر ما بخوایم آیه سوره مائده را با سوره بقره بسنجیم، حکم فقهیش همین است، نه اونطور که زمخشری فرموده. مشکل دیگری که هست آن است که این آیه سوره مائده با سوره بقره هیچ تباین و تضاهمی ندارد. عمده آیه ده سوره ممتحنه است که با آیه سوره مائده ممکن است مخالف باشد. آیه سوره ده ممتحنه این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن، فرمود مؤمنین اگر شما در جریان جنگ و هجرت در شرایطی هستید که زنان با ایمان از اون شهر کفر مهاجرت کردن، اینا رو بیازمایید، اگر واقعا مؤمنن فین علمتموهن مؤمنات دیگه نگذارید برگردن، برای اینکه اونها کافرن و این زنهای مهاجر مؤمنن، فلا ترجعوهن الی الکفار، چرا؟ برای اینکه لا هن هلون لهم ولا هم یهلون لهن، نه زنان با ایمان برای مردان مشرک حلالن نه اونها برای این حلالن، و آتوهم ما انفقو، خرجی که اون مرداشون تحمل کردن اون خسارتهای مالی رو تحمل کنید، برای این زنها بر نگردن. بعد فرمود ولا جناح علیکم ان تنکوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر، کوافر که جمع کافر است، در این آیه همون طوری که مشرکین را شامل می شود که محل بحث است و شأن نزول هم درباره مشرکین است، شامل اهل کتاب هم می شود. اسمت به وسیله عقد چه انقطاعی چه دائمی به وسیله ملک یمین بین زن و شوهر پیدا می شود. فرمود شما به اسهم زنان کافره امساک نکنید، یعنی بین شما و اونها اسمتی نیست، عقدی نیست، پیوندی نیست. خب گرچه مشرک شامل اهل کتاب نمی شود، ولی کافر شامل هر دو گروه می شود و مورد مخصص نیست، برای اینکه معیار استدلال عموم لفظ است نه خصوصیت مورد، گرچه این مورد مورد شرک است ولی لفظ عام است. فمود ولا تمسکو به عصم کوافر، بین زوج و زوجه یک اعتصام است، به هم بستن. فرمود شما با کافره اعتصام نکنی، خب اگر فرمود شما با کافره اعتصام نکنی دلالت میکند بر منع ازدواج با زنان اهل کتاب، و چون کافر مطلق است هر دو را میگیرد و نمیشود با اهل کتاب ازدواج کرد، این مطلق است. جوابش این است که گرچه مورد مخصص نیست، اما این عام و مطلق نسبت به مورد خودش کنس است، نسبت به غیر مورد ظاهر. این کوافر همون طوری که شما مستدل پذیرفتید، این نص در اهل کتاب نیست، این بالاطلاق هم شامل اهل کتاب می شود هم شامل مشرکین می شود. پس نسبت آیه سوره مائده با سوره ممتحنه باز عام و خاص است، برای اینکه کوافر اعم از اهل کتاب و مشرکین است،
و آیه سوره مائده نص است در خصوص اهل کتاب، فرمود و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. دیگر نمی شود گفت این که آیه سوره ممتحنه با سوره مائده معارض است، مزاحم است و امثال ذلک. اگر این آیه در مورد اهل کتاب نازل می شد، مستدل می توانست بگوید دلیل نسبت به مورد خود کنست است، نسبت به خارج ظاهر، ولی این دلیل در مورد شرک آمده است و غیر مورد شرک را به اطلاق می گیرد و خارج کردن غیر مورد نزول که مزاحم با ظهور نیست. فتحصل که آیه سوره مائده نسبت با آیه سوره بقره اصلا نسبت سنجی نمی شود، بلی این که اون مشرک هست، این اهل کتاب، اون مشرک ایر شامل نمی شود اولا، اگرم شامل بشود به تخصیص یا تغییر خارج می شود ثانیا. اما نسبت به آیه سوره ممتحنه، این گرچه کوافر از کافر هم اهل کتاب را هم مشرک را هر دو را شامل می شود، ولی اون آیه سوره مائده مقید این اطلاق است و اصل اولی هم که سوره نساء تأسیس کرده است اطلاق حلیت بود، فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم. اینا بحث‌های تفسیری است، یعنی رو بحث‌های تفسیری ازدواج با اهل کتاب جایز است، اما بحث‌های روایی یه مختصری این بعد از روایات تبرکم بخوانیم تا روشن بشود که چطور فقهای ما فتوا دادن. سیدنا استاد امام دامزلو فتوا داد، بعضی دیگران هم فتوا دادن که نکاح و ازدواج با اهل کتاب جایز است در انقطاع و در نکاح دائم بعضی احتیاط استحبابی کردن و سیدنا استاد دامزلو احتیاط لزومی کردن. مرحوم کلین رضوان الله در باب نکاح ذمیه در کافی، فروع کافی جلد 5، چند روایت نقل کردم که از بعض از روایات به خوبی استفاده می شود که نکاح جایز است منتها مکروهه. این روایت معاویه ابن وهب غیر از مرحوم کلینی، مرحوم ابن باوی هم نقل کرد، این روایت صحیح هم هست. محمد ابن یحیان، احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب، معاویه ابن وهب، این صحیح هم هست. عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه والنصرانيه. این که در اینجا عرض میکنیم مثلا این روایت صحیح است، اون روایت حسن، و در باب شرب خمر این استقصا نشد، اون نکتهش هم اونجا به عرض رسید که اون روایات از بس فراوان است، صحاح و حسان درش هست، دیگه لازم نبود ما بگیم کدوم صحیح است کدوم حسنه، اما در خصوص این البته خب لازم است، مثل به اندازه خمر وارد نشد. در اینجا از امام صادق سلام الله علیه درباره مرد مؤمن میتواند یتزوج الیهودیت و النصرانیه. قال علیه السلام اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیت و النصرانیه. وقتی میتواند زن مسلمان بگیرد، حالا چه دایی دارد که زن یهودی یا نصرانی بگیرد؟ فقلت له یکون له فیها الهوا. قال علیه السلام ان فعل، خب اگر این کار کرد، فل یمنعها من شرب الخمره و اکل لحم الخنزیر. و علم ان علیه فی دینهی غلاظتن. اگر این کار کرد، نگذارد او شراب بنوشد و لحم خنزیر مصرف کند و بداند بالاخره یک نقصی دامنگیر او شده است. این تعبیر پیداست، تعبیر کراهیست دیگه. روایت دیگر هم این مضمون را دارد، منتها به یک نحو دیگری. عبار ابن عثمان از زرارت ابن اعین نقل بکند که سهل تو عبا جعفر علیه السلام ان نکاح الیهودیت و النصرانیه، قال لا یسله للمسلمه ان ینکه یهودیتا ولا نصرانیتا و انما یهل له منهن نکاح البلح. اونا که مبادا القاء فکری کنند با اونها اب ندارن، اونا که تحت تأثیر قرار میشون. بول هم نه یعنی انسانی که مبتلا به حمق است، یعنی سلیم الصدر است. اکثر و اهل الجنت البول، بول جمع ابله است، نه بولها، بولها استعمال نشده، بول جمع ابله است. اکثر و اهل الجنت البول نه یعنی انسان نادان یا کم خرد، اکثر و اهل الجنه البول، بول به تفسیر مرحوم خواجه در اشارات یعنی انسان سلیم الصدر، انسانی که این دسیسه ها در او راه ندارد، سلیم النفس،
وگرنه جای کم خرد یا انسان مبتلا به هم این چنین نیست که بهشت باشد. اگرم باشد اون اوائلش است. و انما یهل له من هن نکاح البول. اونگاه این روایت که ظهور در کراهت دارد، اگر نهی در روایات دیگر آمده است اون هم بنا بر کراهت بشود، چون که شواهد کراهی هم در این روایات هست. بعضی از این روایات آمده است که آیا کسی که زن مسلمان دارد میتواند روی زن مسلمان، زن یهودیه یا نصرانیه بگیرد یا نه؟ حضرت فرمود نه. خب این دلیل اخص از مدعاست. اگر کسی بگوید نکاح نصرانی جایز نیست برای این که اگر کسی مسلمان زن مسلمان دارد نمیتوان از زن غیر مسلمان بگیرد، این دلیل که ثابت نمی کند نکاح نصرانی فی نفسهی جایز نیست. که ان محمد ابن مسلم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام فرمود لا یتزوج الیهودیت ولا نصرانیت علی المسلمه. لذا فقها با فتوا هم میدن. روایتش پنجمی، سماعت ابن مهران قال سهل تو عن الیهودیت و النصرانیه آیت زوج هر رجلو علی المسلمه قال لا اما و یتزوج المسلمت علی الیهودیت و النصرانیه. اگر قبلا زن یهودی یا نصرانی داشت میتواند روی زن یهودی یا نصرانی زن مسلمان بیاورد، اما رو زن مسلمان نمیتواند یهودی یا نصرانی بیاورد. اون خوب اصل نکاح را و تجویز مسلم علی الیهودی را، این دو فرع را تبیین میکند، یک فرع را نهی میکند. روایت بعدی از امام رضا سلام الله علیه است که به حسن ابن جعفر فرمود یا ابا محمد ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیتا علی مسلمتین. حضرت از سوال کرد که کسی زن مسلمان دارد میتواند زن نصرانیه را رو زن مسلمان استواش کند یا نه؟ قلت و جعلت و فداک و ما قولی بین یدک، من در حضور شما چی عرض کنم؟ قال لتقولن، بگو فان ذلک یعلم به قولی، تو که گفتی من حرفم روشن میشود. قلت لا يجوز تجویز النصرانیت علی مسلم ولا غیر مسلمه. اصلا ازدواج با زن نصرانی جایز نیست، چه انسان زن مسلمان داشته باشد چه نداشته باشد. سوال حضرت در خصوص این بود که ازدواج نصرانیه علی مسلمه چطور است. خب اگر ازدواج نصرانیه فی نفسهی ممنوع بود دیگه حضرت در خصوص ازدواج نصرانیه علی مسلمه سوال نمی کرد. ولی این حسن ابن جنگ که مکنا به ابا محمد است مطلقا نیکن. حضرت فرمود ولم قلتو لقول الله عز و جل ولا تنکه المشرکات تا یؤمن، به این آیه محل بحث سوره بقره استدلال کرد. حضرت فرمود فما تقولو فی هذه الآیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. خب با آیه سوره مائده که بعد نازل شد چه میکنی؟ قلتو قوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه، این لا تنکه المشرکات ناسخ آیه سوره مائده است. فتبسم، از یه لبخندی زد. لبخندش برای اینه که خب نتونست درست استدلال فقهی کند. اگه استدلال فقهی میکرد که عام را ناسخ خاص قرار نمیداد، قبلی را که ناسخ بعدی قرار نمیداد، اون چه استدلالی است؟ لا تنکه المشرکات بر فرض همه ناملائمات استدلال الاسلام بپذیرد میشود مطلق و عام و شامل هر دو گروه میشود و اون هم قبل نازل شد. اون عام است و آیه سوره مائده خاص است. اون قبل نازل شد و آیه سوره مائده بعد نازل شد. مگر عام ناسخ خاص میشود؟ مگر قبلی ناسخ بعدی میشود؟ گرچه مرحوم ملکی رضوان الله علیه میفرماید اگر کسی توهم کند که این برای وهم کلام اوس این نارواست، اما مرحوم صاحب جوایی که بعد از مرحوم علیسی بود این فرمایش هم همچنان دارن. بنابراین روایت دهم این باب این است که امام باقر سلام الله علیه فرمود لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیا ولا یهودیتا ولا نصرانیتا و هو یجد مسلمتا حرتا او امه. این است که بعضی ها گفتن در حال ضرورت مثلا جایز است. پس حکم فقهیش آیتن و روایتن این است که نکاح با اهل کتاب اگر که اون چه انقطاعی باشد که بی اشکال است و اگر دائمی هم باشد
با احتیاط همراه است، یا احتیاط استحبابی یا احتیاط لزومی که سیدنا استاد گفتند. الحمدلله رب العالمین.